سلام دوشنبه 9 دی 92 30 دسامبر 2013 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه نمایش نه دی که از چندی پیش شروع شده بود ظاهرا هر کاری کردند بیشتر به زیان آقایون و به نفع جنبش تمام شده از جمله چاپ دارت المعارف بیشتر اطلاعیه های آقایان موسوی و کروبی رو در زمان جنبش در معرض افکار عمومی قرار داده حرفایی که و فیلم هایی که در تلویزیون و صحبت هایی که مطرح کردن بیش از پیش مردم رو به اون فضا برده و در نتیجه گفته میشه که خود آقای خامنه ای که طراح این نمایش بوده دستور داده که بعد از امروز فتیله رو پایین بکشن و دیگه صحبتی نکنند مقاله تند و سریحی ایسا سهرخیز روزنامه نگار شجاع که چندین سال رو در زندان سپری کرد نوشته جواب صادق لاریجانی رو داده مقاله با عنوان صادق آل لاریجان که ایشون توهین کرده بود وقتی صادق لاریجانی و گفته بود خیلی پررو هستند اونهایی که میگن ما از حقمون گذشتیم و ظلم کردن به ملت و غیرو سیاهی رو جلوی چشم صادق لاریجانی گذاشته ایسا سرخیز از ظلم هایی که بر ملت رفته از جمله مطرح کرده ظلم رو اونهایی کردند که به همسایه شمالی یعنی روسیه رفتند دوره دیدند و بعد اومدن به جون مردم افتادن مردم رو کتک زدند کشتند و به خونه ها حمله کردند همچنین سرخیز لیست بلند بالایی رو گذاشته جلوی چشم آقای لاریجانی از کهریزک دستگیری ها تجاوز ها بازجوی ها شکنجه ها دادگاه های فرمایشی و غیره و غیره و گفته باز هم میتونم این لیست رو ادامه بدم و بعد هم گفته مردم همون مردم چهار سال پیشن که در انتخابات گذشته هم دیده شد چگونه وقتی کمی هم که آزاد باشن اکثریت مردم کجا میستن و چگونه رأی میدن علی متحری هم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد که راهپیمایی نوه نوهده بی مورد بود حصر طولانی یه موسوی و کروبی بدون محاکمه اشکال شرعی و قانونی داره و گفته که اگر راست میگید آقایان موسوی و کروبی و نژاد رو با هم محاکمه بکنید به خود صادق لاریجانی هم که فامیلشونه در واقع برادر شوهر خواهر آقای علی متحری هست حمله کرده اما آقای روحانی رئیس جمهور هم در جلسه دولت مطلبی رو گفته که به نظر من جای انتقاد جدی از ایشون داره ایشون مطرح کرده که حضور مردم در نه دی برای دفاع از اسلام و مقدسات و انقلاب و رهبری بود به ایشون باید هشدار داد که این نقش از ایشون پذیرفته شده که در میانه در درست وسط آزادی خواهان و استبداد گرایان کشور بیسته لذا کسی از ایشون توقع نداره که از خط قرمزهای آقای خامنه ای رد شه اما ایشون باید متوجه باشه که از خط قرمزهای جنبش و آزادی خواهان هم نباید عبور بکنه یک عده خوره فرمایشی که نهده جمع کردند و نمایش درست کردن مردم نیستند و ای کاش ایشون به جای این جمله اشاره میکرد اگر قرار بود از مردم صحبت کنه حتما به حضور میلیون ها مردمی که در 88 به خیابان ها آمدن و در همین 92 به خود ایشون هم رأی دادند اشاره می کرد به هر صورت آقای روحانی باید حواسش باشه که تا وقتی محترمه که بتواند این میانه بیسته و کمک بکنه که جبهه آزادی خواهی کشور مسالمت آمیز و با آرامش هرچه بیشتر گذار کشور از استبداد به آزادی رو انجام بده احمد خاتمی امام جمعه تهران و عضو مجلس خبرگان هم حرف دلش رو و حرف دل آقای خامنه‌ای و دیگران رو شاید روشن زده و گفته که اگر اه اه اینها رو حصر نمیکردیم منظور آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورده اون وقت دائما اعلامیه میدادند و تشنج ایجاد می شود. در واقع مدت هاست حضرات حتی راضیان به اینکه آقایان موسوی و و خانم رهنورد آزاد بشن اما حصرشون برداشته شد اما ساکت بمونند و کاری نکنن موضوعی که بارها توسط رهبران جنبش رد شده و اعلام کردند که اگر هست نباشند به عهدشون با ملت بر سر عهدشون با ملت هستند و به کارشون ادامه خواهند نکته دوم اینکه محمد شطه وزیر اقتصاد ترور شده لبنان ازش نامه ای منتشر شده که نوشته بوده و به نمایندگان مجلس لبنان برای امضا داده بوده خطاب به آقای حسن روحانی نامهای ای آمیز از ایران که چگونه در واقع سپاه حزب الله لبنان رو درست کرده چگونه با پول دادن و مسلح کردن ارسال تسلیحات برای حزب الله حاکمیت ملی لبنان رو نقض میکنن و خواستار این شده بود که به جای حمایت از حزب الله از لبنان حمایت بشه روزنامه لوموند هم در مقاله تحلیلی مستند به توییتر آقای محمد شته و سایر مدارش نتیجه گیری کرده که ترور او کار حزب الله لبنان بوده اما در ترکیه گزارشات پلیس ترکیه نشون دهنده این است که پای آقای احمدی نژاد هم به فسادهای ترکیه باز شده از قبل دوستی او با پدر رضا زراب و به هایی که صورت گرفته مطبوعات پاره مطبوعات ترکیه و پاره از رجال سیاسی مخالف آقای اردوغان هم مطرح کردند که پسر ایشون بلال اردوغان از ترکیه گریخته و به گرجستان رفته نکته سوم اینکه مراسم بزرگداشت نلسون ماندلا توسط گروه های حقوق بشری ابتدا قرار بود در کانون وکلا برگزار بشه که ممانعت کردن نیروهای امنیتی و هیئت مدیره کانون تصمیم گرفت که برگزار نکنند. بعد قرار بود در حسینیه ارشاد برگزار بشه که اونجا هم با دخالت مستقیم نیروهای امنیتی از برگزاری بزرگداشت آقای ماندلا جلوگیری شد عمدتا به دلیل کسانی که قرار بود صحبت بکنند از جمله آقای خاتمی مراسم بزرگداشت داشت مصطفی بیگی شهید مصطفی بیگی که دیروز هم راجع به او صحبت کردیم و اظهارات شجاعانه مادر این شهید در شهریار کرج برگزار شد و خانواده های شهده جنبش سبز بسیاریشون حضور داشتند و تقریبا اظهار نظر مجموعه اونها یک چیز رو نشون میده که نیروهای امنیتی به بسیاری از اونها فشار آوردند که دیه بگیرند و رضایت بدن و بل یک جواب رو به ظالمین و قاتلین دادند که خون فرزندان ما فروشی نیست مراسم تولد زیا نبوی هم زندانی سیاسی دانشجوی تبعید شده به زندان کارون اهواز که چندین سال از مرخصی محروم وزیر فشار قرار داره هم در تهران برگزار شد و هم در واشنگتن توسط گروهی از فعالین جنبش دانشجویی و فعالین سیاسی و اجتماعی و همگان از شخصیت آرام و مقاوم زیاه نبوی صحبت کردم و نقشی که او در جنبش دانشجویی و آزادی خواهی کشور داشته و داره معاون کنسولی وزارت خارجه آقای قشقاوی هم مطرح کرده که بعد از جنبش سبز بعد از حوادث سال 88 بین 50 تا 100 هزار نفر از ایران رفتن اما نکته چهارم این که آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی بعد از اینکه گفته بود سنتریفیوژ های جدید راه اندازی میشه و باستاب بین المللی بدی داشت که دیروز راجع به مقاله واشنگتن پست صحبت کردیم یک قدم عقب نشست و گفت که اینها رو ساختیم ولی در خط قرار نمیدیم و راه اندازی نمی کنیم. آقای عراقچی معاون وزارت خارجه هم عنوان کرده که مستقیم با آمریکایی ها در حال گفتگو هستیم برای اینکه بیشترین تحریم ها از جانب امریکاست اما 201 یک نماینده مجلس شورای اسلامی هم نامه ای رو امضا کردند و تسلیم هیئت رئیسه کردند برای اینکه قانونی بگذرانند که غنیسازی شست درصدی رو برای دولت اجباری کنند و در دستور قرار بدهند مانوری که با توجه به اظهار نظر آقای عراقچی هم که گفته ما تابعیم و چاره جز اجرا نداریم و غیره به نظر میرسه مانور تمرین شده است که میخوان در واقع قانونگذاران امریکا رو بترسونند از واکنش تند تهران اما به نظر من کار اشتباهی است برای اینکه مجموعه جو واشنگتن نشون میده که به احتمال زیاد روز جمعه سوم ژانویه مسئله لایحه جدید در سنای امریکا تصویب خواهد شد و آقای اوباما ناچار از وتوی اون خواهد بود تصویب چنین چیزی یا چنین تهدیداتی کار وتو رو برای آقای اوباما هم دشوار خواهد کرد ضمن اینکه دست مخالفین و مخالفین آقای اوباما و پشتیبانان لایه جدید رو هم بازتر خواهد کرد اما نکته پنجم اینکه بانک مرکزی شاخص رقابت پذیری اقتصاد ایران رو طی نامه به اطلاع وزرا رسونده که 16 پله سقوط کرده و در بین 148 کشور ایران 82 م هستش پاراف آقای نعمتزاده وزیر صنعت و معدن جالبه که خطاب به معاونین نوشته معاونی وزارت خونه نوشته جهت ملاحظه و چاره اندیشی برای نجات کشور که به نظر من حرف درستی هم هست اما آقای آخوندی وزیر مسکن راه و شهرسازی هم عنوان کرده که بانک مسکن سه برابر ظرفیت وامدهیش وام داده و در واقع صد در صد ورشکسته و در واقع گروگان پروژه مسکن مهر قرار گرفته ضمن اینکه ایشون گفته بقیه بانک ها هم امکان وامدهی ندارند و به این ترتیب بخش مسکن در رکود باقی میماند اما نکته آخرین اینکه معاون فرهنگی سپاه مطرح کرده که هالیوود با ما در حال جنگ چون انیمیشن هایی می سازه که با فکر بچه های ما بازی میکنه. کیهان هم گاف بزرگی کرده و نوشته که آقای هاشمی چرا در خاطراتش به روز نهدهی رسیده چیزی نگفته بدون اینکه ببیند که کتاب خاطرات ایشون آخرینش که چاپ شده مال سال 1369 رو بیان کرده اندکی سر سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی